سیسیلیا خواننده جوان متولد ایالت پنسیلوانیا است که اخیراً پنجمین آلبوم خودش رو راهی بازار کرده. پدرش ایتالیایی و مادرش آمریکایی است و از کودکی به موسیقی عشق می‌ورزیده. When I was about 12 years old, I started writing songs. از 12 سالگی شروع کردم به نوشتن ترانه. در 13-14 سالگی یک سیدی گلچین خریدم و از طریق اون سبک‌های سول، بلوز و آر‌ام‌بی رو کشف کردم. با خواننده‌هایی مثل بابی بلند آشنا شدم که از اجرا کننده‌های اسطوره‌ای در این سبک هاست. وقتی ترانه او به نام کرای 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 و یا گریه 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 را شنیدم، مطمئن شدم که دوست دارم در این سبک کار کنم. در سالهای دبیرستان همیشه در اتاقم رو میبستم و با آریتا فرانکلین همخونی میکردم. سم کوک رو کشف کردم که تا به امروز الگوی منه. از همه این هنرمندان تأثیر گرفتم و سعی کردم سبک خودم رو خلق کنم. با وجود عشق و علاقه‌ای که جینا به خواندن داشت، یک مانع بزرگ از ورود حرفه او به این عرصه جلوگیری می‌کرد. I always knew that I wanted to be a singer, but I was too shy to perform. همیشه میدونستم که میخوام خواننده بشم، اما مشکلم این بود که خجالت میکشیدم جلوی مردم بخونم. وقتی وارد دانشگاه شدم به یک برنامه موسیقی هفتگی میرفتم که اونجا با موزیسین های زیادی آشنا شدم. اونا تشویقم کردن به روی صحنه برم. اولین بندی که به وجود آوردم اونجا بود و همونجا اولین بار برنامه اجرا کردم. بعد یک سیدی از نمونه کارهام ضبط کردم که بعضی از ترانه هاش در آلبوم اولم هست. If you really want to know if I can stay, your brand of love, try me, I beg you try me. جینا سیسیلیا اولین آلبوم خودش رو به نام Allow Me To Confess یا بگذار اعتراف کنم در سال 2006، یعنی زمانی که سال آخر دبیرستان رو پشت سر می‌گذاشت، منتشر کرد. وبسایت جاز ریویو یا نقد موسیقی جاز با اشاره به این آلبوم از جینا به عنوان بهترین خواننده بلوز در عرصه موسیقی امروز یاد کرد. او همچنین با انتشار این آلبوم جایزه بهترین خواننده نوپای موسیقی بلوز رو دریافت کرد. آلبوم جدید جینا با نام آلاباما سشن یا جلساتی در آلاباما 29 ماه ژوئیه وارد بازار شد. به گفته جینا این آلبوم به چند دلیل برای او در بین دیگر کارهاش ویژگی و محبوبیت خاصی دارد. I'm particularly proud of this CD because it's the first of my 5 CDs that I've produced myself. به این CD افتخار می‌کنم چون اولین آلبومیه که خودم تهیه کردم. در رادیو و وبسایت آیتونز ازش استقبال شده. با اینکه از جینا به عنوان خواننده سبک بلوز یاد میشه، اما این خواننده برای سبک موسیقی خودش نام جدیدی رو انتخاب کرده. Wanting to solely be a blues singer. من حرفم رو به عنوان یک خواننده بلوز شروع کردم، اما هیچ وقت فقط در این سبک کار نکردم. همیشه یکم آر‌ام‌بی، سول، جاز، کانتری، گاسپل هم در کارام بوده. این آلبوم ترکیبی از همه این سبک‌های موسیقی آمریکایی است. من به این سبک میگم امریکانا، که به ایتالیایی یعنی آمریکایی. موسیقی من تلفیقی از سبک‌های مختلف موسیقی آمریکاست. جینا بعد از پایان تور کنسرتیش قراره برای یکی از ترانه‌های آلبوم جدیدش هم یک موزیک ویدیو بسازه.
او علاوه بر ویرجینیا در 20 ایالت در شرق آمریکا کنسرت داره. او میگه سعی میکنه تا میتونه برنامه زنده اجرا کنه. موسیقی همیشه بخش بزرگی از زندگیم بوده. از 8 سالگی به خواهر و برادرم پوز میدادم که یه روز تور کنسرت جهانی خواهم داشت. اونا به من میخندیدن. اما این همیشه رویای من بود. جینا قراره بعد از پایان تور کنسرتی کنونیش در پاییز امسال در ایالت‌های غرب میانه و غربی آمریکا و در کانادا برنامه داشته باشه و اوایل سال آینده میلادی در اروپا نیز کنسرت‌هایی برگزار کنه. او همچنین برنامه داره پیش از 30 سالگی یعنی تا بهار آینده ششمین آلبومش رو راهی بازار کنه. ماندانا تدیون، صدای آمریکا.